من الان پنج تا تفاوت مختلف رو روی قرآن هفت و قرآن ورش روی صفحه دارم به شما نشون میدم معانیشم قشنگم اینجا خیلی قش اینم این چیزی هم که دارین روی صفحه میبینیم اون قسمتی که سفیده عکس از روی خود قرآنه خب روی کاغذ قرآن یعنی یه چیز وبسایت و اینا نیست خب و زیر دقیقا زیر کلمه ای که تفاوت داره خط کشیده و در اون قسمتش هم که فرق میکنه رو دورش دایره قرمز کشیده و زیرش هم ما ترجمه الان با هم یه مقایسه میکنیم اولیش هم با همون سوره فاتحه یا سوره حمد به که همون سوره اول قرآن همون رو مقایسه میکنیم از همونجا شروع میشه و فرقش هم خیلی جالبه خب ببینیم اینجا داره میگه تو قرآن هفت یعنی قرآنی که قرآنی که ما میشناسیم قرآنی که تو ایران رواج داره گفته مالک یوم الدین مالک یام الدین ببین بالای یه میم یه آ گذاشته که قشنگ میشه میشه مالک یام الدین مالک یام الدین یعنی تنها مالک روز قیامت the only owner of the day of recompense یعنی صاحبشه مالک اینجا میشه صاحبشه خب حالا ببینید قرآن ورشی گفته قرآن ورش گفته مالک یام الدین. خب حفظ گفته مالک یام الدین میگه ملک یا میدین. اونجا آ گفته اینجا ا گفته ملک با مالک معنیش فرق میکنه ملک میشه شاه درسته the king of the day of recompense شاه روز قیامت یکی شاه یکیش مالک روز قیامت یکی شاه روز قیامت این دوتا با هم فرق میکنه یادتونه بچه بودیم ما با... تو مدرسه به ما میگفتن قرآن ها یک نقطش هم با هم فرق نکنه نمیکنه اینجا داریم میبینیم الان اینجا فتح هست اینجا یه آیه کوچیکه آیه کوچیکه بالای میمه و این حالا اینجا توجیهی که مسلمان ها میکنن اینه که این معنیش خیلی فرق نمیکنه خب یعنی مالک و شاه بالاخره یه کسی شاه یه چیزی باشه مالکش هم هست دیگه خب میگیم باشه باشه خیلی فرق نمیکنه ولی پس با ما نگین قرآن ها یک نقطه با هم فرق نمیکنه یه اعه اوش هم با هم فرق نمیکنه میخوام میگی معنیش خیلی شبیه باش معنیش خیلی شبیه ولی اینا با هم فرق میکنه ترجمهش هم فرق داره مالک و ملک با هم فرق داره خب حالا بریم بدتر میشه اینجا سوره بقره سوره دوم آیه ده رو صفحه دارم نشون میدم این هم روی اینم روی ویکیپیدیا هم بود یک زبون برای هفت قرآن هفت قرآنی که الان تو تاقشتون دارید تو ایران اگه حفظ, با... حفظ که هست اگه شما برین توی ایران قرآن بردارین از تاخشه داره میگه یک زبون نه درست میگم یک زبون درسته زبون نه ولی اگه برین توی مصر یا برین یک کشور دیگه شمال آفریقا قرآن رو از تو تاخششون بردارین بخونید میگه یک هز زبون یک هز یک, زب... یک نه هز حالا اینا معنیشون فرق میکنه یا فقط یه تلفظی که با هم فرق میکنه بریم ترجمه یکیش میگه تو قلبشون یک مریضی هست و الله مریضیشون رو افزایش میده آخرش هم میگه دوچار یک عذاب بزرگی خواهند شد به خاطر اینکه دروغ میگویند این قرآن حفظ معنیش اینه یک زبون نه یک زبون نه یعنی دروغ میگویند حالا یک زبون یک از زبون نه یعنی دروغ میگویند نه یک از زبون نه فرق میکنه یا که از بنا یا دارن تهمت دروغ به یک کسی دیگه میزنن پس حفظ داره میگه اونا دارن دروغ میگن قرآن ورش نه حالا فارسیش بگم قرآن ورش میگه قرآن ورش میگه اینا دارن تهمت دروغ زدن به یک کسی دیگه میزنن خب این فرق داره آیا خدا داره میگه که سرنوشته اینا یک عذاب هست برای اینکه خودشون دارن دروغ میگن یا خدا داره میگه نه یک عذاب سختی سرنوشتشون هست برای اینکه دارن تهمت دروغ زدن به کسای دیگه میزنن اینا فرق داره با هم الان روی صفحه دارم مثال سومو نشون میدم مثال سوم تفاوت بین قرآن حفظ و قرآن ورش حفظ میشه اتخذو ورش میشه اتخذو ببین معنیش فرق میکنه یا نه وقتی که ما خونه رو یک جایی کردیم برای انسان برای یک جایی برای امنیتش و and take you the place و بردیم تو رو در جای ابراهیم برای در یک جایی برای نماز خوندن برای عبادت حالا این um, حفظش بود ورشش چی میگه میگه and then and they took, have taken, و اونها بردند از جایی که ابراهیم از جایی که ابراهیم بود از جا, از from place of Abraham as a place of جا... در جای ابراهیم برای ی... برای ی جای عبادت. یکیش میگه take you یکیش میگه have taken. یعنی برده شده بودی یکیش داره میگه تو رو برده یکیش دیگه برده شده بودی. حالا بریم بعدی. سوره بقره آیه 140 خب میگه تق... اه... ا... ام تقولون ام تقولون تقولون خب ولی اون یکی دیگه میگه یت یقو یقولون آها تقولون یقولون یکیش میگه یو سی یکیش میگه دی سی یکیش میگه تو گفتی اون یکی میگه اونها گفتن خب آقا کی گفته یکیش داره میگه که آیا شما میگویید یکی دیگهش میگه آیا اونها میگوین آقا جان اگه اسلام واقعیت داره خدا یکی از اینها رو گفته آیا خدا گفته که تو گفتی تو این آیه یا خدا داره میگه دیگران گفتن نمیشه که جفتش گفته باشه مگه این خود این قرآن قرار نیست وحی مستقیم غیر قابل تغییر خدا باشه آقا میان میگن قرآن رو خدا حفظ میکنه خب خدا حفظش نکرده نگاه کن الان ما این قرآن رواج داره الان همه قرآن هایی که ما تو مصریم این قرآن دومی است چجوری قرآن نتونست خدا نتونست خدا حرف خودش رو حفظ بکنه میگن هیچ کس نمیتونه هیچ کس نمیتونه قرآن رو تعریف بکنه به ما از بچگی که گفتن که هیچ کس نمیتونه قرآن رو تعریف بکنه آقا ما لازم نبود تعریفش بکنیم مثل که مسلمان ها خودشون دو تا ورژن مختلف دارن خود مسلمان ها دو تا یکی از اینا درسته من نمیدونم کدومش درسته اگه بگیم هفت درسته پس این همه مسلمان الان با این ورشش قرآن رو تعریف کرده عوضش کرده اگه وحش درسته که بدتر تعداد بیشتری از مسلمان ها با این حفظ قرآن رو تعریف کردم گفتم معجزه است م... گفتم قرآن چرا معجزه است برای اینکه هیچ وقت تحریف نمیشه آقا اینا نگاه کن این چیه جلوی ما این چیه؟ شما ت... تمام آفریقای شمالی برین قرآن بخرید میبینین قرآن قرآن دومیه با ایران فرق داره پس معجزه کجاست پس یه قرار نبود قرآن بیاد خدا بیاد از این قرآن حفظ هف... 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 بکنه حالا جالبه یه من دیدم که مثلا بعضی از این مسلمان رو یه توی یوتیوب میان میخوام توجیه بکنن اینا میگن نه آرمین تو حالی نیست این اصلا خودش معجزه است من میگن چی است خدا کدومش یکی از این دو تا رو منظورش بوده میگن نه آرمین خدا جفتش رو منظورش بوده ولی برای جاهایی که لازم بوده خدا تشخیص داده که بشنوند که بگه تو گفتی اونجاها اون رو رواج داده ولی جاهایی که بیشتر خدا حکمت بوده برای تر... با اون علم با علمش تشخیص داده با علم مطلقش تشخیص داده که اونا باید بشنوند که نه اونها گفتند اون یکی قرآن و اونجاها اون رواج داده حالا چرا مصری ها باید بشنوند که اونها گفتند و ایرانی ها باید بشنوند که تو گفتی این ما دیگه نمیدونیم این دیگه حکمت خداست ما از کجا ولی خدا تشخیص داده تازه نشون میده که چقدر این معجزه بزرگتریه که داره خدا سلکتیو انتخاب میکنه کجا چه پیغامی برسه <applause> <applause> این مالکشی در چه هست حالا ببینیم این چیه این دو این قران دوباره سوره بقره است آیه 184 صفحه داریم میبینیم خب که حفظ میگه اه... مسکینن مسکینن خب ولی ورش میگه مسکی مسکینا خب مس مسکینن مس... ولی برای حفص ورش میگه مسکینا آه این خیلی جالبه آیا مسکینن یعنی میشه یک فرد فقیر یک شخص فقیر یک آدم مرد فقیر ولی مسکینا میشه جمع نه یکی نه دو تا سه تا یا بیشتر مسکینا مردهای فقیر ببینید این مفهومش اینقدر فرق میکنه که ما اصلا نمیدونیم حکم خدا اینجا چیه ببینید اینجا الان میبینید شما برای این تفاوت بین این دوتا قرآن پنج هزار تا تفاوته ما الان داریم پنج نشون میدیم یعنی پنج هزار تا تفاوت وجود داره تازه فقط این دوتا نیست ما هفت قرآن مختلف الان نه در, قبل، نه در تاریخ الان توی دنیا توی دنیای امروزی هفت قرآن مختلف هست این دو دوتا دوتای اصلیشه که این دوتای اصلیش پنج هزار تا با هم تفاوت دارن اینجا الان دارین یه تفاوت میبینید که حتی حکم خدا رم مثلا اونجایی که اولی رو که نشون دادم ما حالا بگیم آیا خدا شاه قیامت یا صاحب قیامته میگه واقعا خیلی فرق نداره دیگه یه آدم گنده یه دیگه خیلی باحاله اینجا ببینید حکم حکم شدت تغییر میکنه اینجا ما باید چیکار کنیم اینجا داره میگه که آقا شما وقتی که روزه گرفتن براتون سخته تو قرآن حفظ میگه به جای اینکه روزه بگیری به, آدم، به یک آدم،, آدم فقیر قضا بده هفت رو میگه به یک مرد فقیر ورش میگه یکی کافی نیست ورش میگه یکی ببین تو... توی عربی خب ما اه, چیز داریم سنگلر داریم که میشه یه نفر بعد دو تا داریم بعد بیشتر از دو داریم یعنی این دو هم نیست وقتی میگیم چند تا مرد فقیر یعنی بالای دو یعنی یا سه و بیشتر این داره میگه پورمن یعنی باید برای اینکه اگه شما ف... اه... سخت برای روزه گرفتن و میخوای به جای اینکه روزه بگیری کاری که میتون... کاری که باید بکنی اینه که به بالای سه نفر مرد فقیر غذا بدی الان حکم خود حکم الهی اینجا با فرق میکنه آقا من چیکار کنم باید به یه نفر یا سه نفر بعضی از مسلمانان میتونن بیان بگن آقا مشکلی نیست نمیدونی کدوم میشه خب برو با سه تا بیشتر با سه و بیشتر اگه منظورش یه نفر باشه و تو سه تا بیشتر رو بدی خب وقت یه نفرم کاور میکنه دیگه آقا یعنی چی الان اکثر قرآن قرآن حفظه اگه خدا منظورش سه یا بیشتر بوده الان یه کلمه آدم دارن اشتباه میکنن روزه نمیگیرن و دارن فقط به یه نفر قضا میدن باید بیشتر به با سه نفر به بیشتر قضا میدادن بریم بچه این خیلی مهمه اینجا دیگه حکم اصلا ما میمیم حکم خدا چیه اینجا الان ما دو تا قرآن حداقل دو تا قرآن تو جهان داریم که ما نمیتونیم تشخیص بدیم که خدا چی میخواد از شما تازه جالبیش بینه که آقا جان الان الان تازه مشکل اینه فرض که موقعی که این قرآن ها اصلا نقطه و اعراب نداشته اون موقع چقدر این قرآن چه چه افتضاحی بوده الان که دیگه نقطه و اعراب هم داره هنوز ما پیغام های دوگانه داریم از این قرآن میگیریم آقا معجزه اسلام اینه که قرآن تحریف نشده بزرگترین معجزه اینه الان من شو... شما نشون دادم با عکس و همه چی با سند و همه چی که آقا اینا فرق داره قرآن با آقا اسلام تعطیل شد زیر سی دقیقه من اسلام رو تعطیل کردم هر کسی اینو بدونه دیگه نمیتونه مسلمون باشه تازه شما بگین آقا تحریف هم من ن... م... تحریف نشدنش هم حساب نمیکنم کنم نمی کردیم آقا قرآنی که ورژن های مختلف داره شما چجوری میتونین بگین این پیغام خدا چیه شما وقتی دسترسی به پیغام خدا نداریم پس این دین شما بر اساس چیه